با نام خدا و سلام بر شما. به تحول امشب با من داریوش احمدی خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در مجمع عمومی سازمان ملل به محرومیت و محدودیت ها علیه زنان و دختران افغانستان اشاره هایی داشته است. جو بایدن در اظهاراتش گفته است که آینده مرفع از آن کشورهایی است که از حد اکثر ظرفیت جمعیتشان استفاده می کنند و زنها و دختران را از حقوقشان محروم نمی کنند تا بتوانند در توسعه اقتصادی و ساخت جامعه قوی مشارکت داشته باشند. رئیس جمهور ایران هم در اظهاراتش گفته است که نظمی که آمریکا ادعای ایجاد آن را می کند در غرب آسیا به شمول افغانستان زوال یافته است و اراده های جدید برای تغییر آن در منطقه شکل گرفته است. در تحول امشب در همین رابطه بیشتر بحث خواهیم کرد، اما در نخست توجه کنید به گزارشی که همکارانم در همین رابطه تهیه کرده. دومین روز مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سران و رهبران ده ها کشور جهان در دومین روز این مجمع سخنرانی های داشتند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم که سخنرانیش در نخستین روز این نشست برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل حضور در مراسم تکفین ملکه بریتانیا در روز دوم مجمع سخنرانی کرد، در لابلای سخنانش به حقوق بشر و حقوق زنان نیز اشاره های داشت. او افزون بر اعتراض های ایران به سرکوب دموکراسی خواهان توسط رژیم نظامی برما و نیز نقض حقوق زنان و دختران توسط امارت اسلامی در افغانستان نیز اشاره کرد. در افغانستان زنان و دختران توسط طالبان سرکوب می شوند، اما آینده از آن کشورهای است که از حد اکثر ظرفیت جمعیتشان استفاده می کنند. جایی که زنان و دختران از حقوقشان محروم نباشند و از حقوق اولیه برخوردار باشند و بتوانند در توسعه اقتصادی و ساخت جامعه قوی مشارکت داشته باشند و بدون آزار زندگی کنند. امارت اسلامی بارها خواهان تعامل مثبت با قدرت‌ها و کشورهای بیرونی از جمله ایالات متحده آمریکا شده است، اما از آنها خواسته در امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشند. امارت اسلامی تاکید کرده است که بر رعایت حقوق همه شهروندان به شمول زنان و دختران بر مبنای ارشادات دینی و اسلامی پابند است و حق هیچ شهروند افغانستان در چارچوب امارت اسلامی ضایع نخواهد شد. بعد از آمدن امارت اسلامی حقوق تمام مردم، بالخصوص حقوق خانم ها که بیوه نمی شوند، کشته نمی شوند و حق میراث و حق مهریه و حق زندگی و حق یک انسانی اصیل که در بدلی بد داده نمی شود داره و این حقی است که بعد از آمدن امارت اسلامی به آنها داده شده و در حالی که قبل از آمدن امارت اسلامی از آنها استفاده ابزاری می شود. با این حال رئیس جمهور ایران که از سخنرانان دیگر مجمع عمومی است می گوید نظمی که امریکا ادعای ایجاد آن را می کند در غرب آسیا به شمول افغانستان زوال یافته و اراده های جدید برای تغییر آن در منطقه شکل گرفته است. به گفته رئیسی، امریکا سازمان ها و نهادهای بین المللی با عنوان ابزار فشار بر ملت های آزاد و مستقل استفاده می کند. این نظم ناعادلانه مشروعیتش را در افکار عمومی دنیا از دست داده و اراده های جدی برای تغییر آن شکل گرفته است. زوال این نظم کهنه تردید ناپذیر است. منطقه ما یعنی غرب آسیا از افغانستان تا عراق، لبنان، فلسطین و ایران سربلند موزه بزرگ زوال این نظم کهنه است. مجمع عمومی سازمان ملل تا یک شنبه هفته آینده ادامه دارد و رهبران و سران جهان چالش ها، نگرانی ها و بحران هایی که مانع توسعه پایدار و رشد و انکشاف جهانی می شود را به نقد و بررسی می گیرد و نیز خواهان راه های حل آن در مشارکت همه اعضای جامعه جهانی می شوند. باز هم خوش آمدید مهمانان من در این برنامه. هر یک آقای توریالی همت، تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استیدیو، آقای اسماعیل قرنی آگاه روابط بین الملل از لندن و همچنان خانم دیو پتنگ فعال سیاسی همچنان از طریق خط اسکایپ از لندن با ما وصل هستند. مهمانان عزیز را به بس خوش آمدید میگم. آقای قرنی اجازه بتین در نخست بحث با شما آغاز بکنم. صحبت های سخنرانان مختلف و ویژه رئیس جمهور آمریکا را در مورد افغانستان در 77مین مجمع سازمان ملل چگونه یافتین؟ تشکر. به نام خدا. جناب احمدی صاحب، به شما و مردم هر دم شهیدم سلام و احترام تقدیم می دارم. من خوب صحبت های زیاد بایدن اکثرا به ارتباط اوکراین بوده
و صرفا همی خبر که شما نشر کردین و به ارتباط محرومیت و مظلومیت خانوما و حقوق بشر و اعاده حقوق تماس گرفتن. منظور ما این است که اگر طالبا اینمی فرصت 14 ماه را تلف نمی کردن، اونا اوجا حضور می داشتن. ما چندین بار میگه از طریق شما و از طریق دیگر رسانه ها گفتیم که می توانستن که ابراز نظر بکنن، نظریات مردم بشنون، نظریات خود با اونا بگوین. خود با تاسف که اینا نه کس گپ شد در اوجه چی که حتی خود داخل افغانستان دوستا هستن، مبصرین سیاسی هستن، به هر کدامشان برش با امون نواقص و کمبودی ها که هست برش اشاره میکنن، خب گوشش نوا وجود نداره و یقینا که یگان واقعا یک تراژدی است، یک بدبختی است که به کشور آمده، به خود طالب آمده، به خاطر ازی که گپ شنیدن بیخ دولت است و ای عادی گپ نیست. هر وقت که دوستا به ارتباط همی خانم ها، مکاتب، حقوق بشر، خصوصا اصول و پرنسیب های یک دولت در قرن 21 تماس میگیرن، این دوست هایی تو فکر میکنن که اینا منتقدین نه بلکه دشمنان ما هستن، در حالی که ما دشمنی شخصی با هیچ کس نداریم. اکثرا وقتی که میبینیم کشور ما دهیت و یک حالت قرار دارد، مردم ما خصوصا دهیت و یک حالت قرار دارن که شما باور بکنین ما اطلاعات بسیار دقیق از داخل افغانستان داریم، مردمی هستن که شوها گرسنه میخوابن و به این شکل خویی دوام به این دوام ازی کپ خوب بسیار دردآور است در داخل افغانستان، در بیرون افغانستان، و این روابط میخواید، در این باید مناسبات میخواید، در این کمک ها میخواید و میالی خوش شما خبر استین که دنیا میالی حیثیت یک قریه دارد. بله، اما سوال بزرگی از آقای غرنه ای که این روابط چگونه میتونه شکل بگیره؟ افغانستان در طول نزدیک به 14 ماه گذشته همواره بالای جامعه جهانی صدا زده که میخواهد رابط نیک و حسنه داشته باشه. قرار نیست که از آدرس افغانستان آسیب ببینه. دلیل که این رابط شکل نمیگیره در چی است؟ احمدی صاحب، ما چندین بار گفتیم که در هر صحبتهای علمی و منطقی یک تز است، یک آنتی تز است، یک سن تز است. تز نظر ماست و ما با اساس امو صحبتهای یک عالم منچی میگه که هر چیزی که ما میبینم به خاطر به ما خوب است و منافع ما خوب است، او حقیقت است. مگر اگر از می دایره تنگ و تاریک برآمدم و طرف مقابل شنیدم، خوب به عقل و به منطق شنیدم و اونا را جنگ انداختیم، ما میرسیم به سنت است. حالا شما فکر بکنید در 14 ماه هم دنیا، هم سیاسیون، هم تمام مردم افغانستان بر زنا میگن که در این راه که روان هستین این راه غلط است، این راه روابط ایجاد نمیکنه. اینا شما هر قدمی را که هر روز میگذارین شما به خود سر خود عریضه میکنین، به خود مشکلات میتراشین. در اوجا در ملل متحد، در سازمان های بین المللی اوجا خطوط سرخ وجود داره، با او خطوط سرخ چندین بار اینا بر زنا تشریح کردن و اینا او را خوب بگذار. شما میالی به ارتباط یعنی خود ساختار دولتی شما ببینین چقدر دردآور است. در طول تاریخ افغانستان نه، در تمام دنیا یک کسی که مامور رتبه‌دار مقرر میشه یک سوانیش تشریح میکنه که تو امی آدم از اینی مکتب فارغ شده، از این فاکولته فارغ شده، اینی سابقه کاری دارد. ولی از من صدر اعظم ما بدون سابقه است، وزیرای ما بدون سابقه است، به خاطر اینکه سابقه نداره، به خاطر اینکه یک روز مکتب نخوانده، به او خاطر اینا ایر تشریح نمیکنند. در حال در این خدمات ملکی که میگن اینا کلشان در تمام کشور ها می است که یک نفر داخل میشه میبینه که اینمی به می مقام، به می کرسی ای مناسب است، این میتونه که ای کرسی را به پیش ببره. اگر نمیتونه یک کس دیگر انتخاب میکنه. امیالی سر صداهای مردم بخواد اینا اصلا همو صحبات ها را تحریف میکنن. ما مثلا برشان میگیم که حکومت همشمول، همشمول بازینا که شما، ما نمیخوایم که شما او جنگ سالار را. کی برد گفته که جنگ سالار در داخل افغانستان بهترین مردمی هستند. امیالی مدقیق دیروز برای ما چند نفر مسیج روان کرد، دکتر هستن ایران ماندن چی بکنن، ماستر هستن ایران ماندن چی بکنن.
این اشخاص و افغانستان در داخل افغانستان وجود دارن، امیالی دردشان است، به غیر از اینکه اونا نفقه خود پیدا میکنن به خاطر مردم افغانستان، به خاطر حالت فعلی افغانستان، یک درد در وجودشان است، میخواد که شما کمک کنه. خو اینا به خاطر از اینکه چند نفر کردش جنگ کرده، اونمو اشخاص و افراد میار تقرر جنگ است و دیروز هم میار تقرر حزبی بودن بوده و اینمی بدبختی است که افغانستان به این روز آمده. اگر میار تقرر فهم شود، دانش شود، تعهد شود، مسلکی بودن شود، اون در اون صورت میتونه که یک نفر به دستیج بین المللی با یک نفر با مو روح روان زو آدم صحبت بکنه. پایز رو بشنوه. بسیار تشکر آقای غرنه. خانم پتنگ شما رو به بحث خوش آمدید. میگم رئیس جمهور ایران در 77 مجمع سازمان ملل میگه که نظم که آمریکا ایجاد کرده در غرب آسیا او رو به زوال است و قرار نیست که ادامه پیدا بکنه. چقدر موافق هستین هر از گاهی این دیدگاه در افغانستان هم روش بحث میشه که ایدئولوژی غربی که آمریکا او را تعقیب میکنه در کشورهای مثل افغانستان قابل اجرا نیست؟ سلامونه د تاسو ته ورسیږي، ستاسو درنو ملمنو ته، هم دا رقم ستاسو تلویزیون لیدونکو ته. امریکا ګوریا په دې ملل متحد اویاوم سالګرد کې دوی خپلې خبرې وکړلې، که چېرته موږ د دوی هغه صرف د بایدن خبرې تحلیل کړو، اول د افغانستان نومې صرف یو ځلې پکې راوستی دی، لکه دلته چې ورور ووې اکثره د دوی خبرې ټولې په اوکراین باندې راتاوېدلې. دلته ستاسو سوال ته چې د ایران کومه ادعا کړې ده، ګورې واضح خبره ده چې هر مملکت به کوشش کوي چې خپل چېرته چې دوی ملي منافع پکې خوندي اوسي، او که چېرته ضروري وي چې دوی خپل هماغه کلتور عنعنات پکې وشي کړی چې هلته ځای په ځای کړي، دوی به خپل کوشش کوي. په داخلو شلو کالونو کې امریکا کوشش وکړله څه وخت چې په افغانستان کې و چې ډېر زیات تغییرات دلته په افغانستان کې راشي. موږ تاسو ولیدل چې په افغانستان کې تغییرات هم راغلل، مګر هم اوس ګورئ دا رقم ناست دی چې څه وخت کېږي، د دا رقم ناستو نه موږ څه غوړ ترلاسه کړو. دغه ناستې چې کېږي دا ټول مملکتونه دې خاطر راټولېږي چې دوی وشي کړی چې هغه مملکتونه چې واقعیت غریب دي یا کومک ته ضرورت لري، هغوی سره څه رقم دوی لاس ورکړي، او څه رقم کولی شي یو پلان ورته جوړ کړي چې دغه ستونزو نه دغه مملکتونه راووځي. دلته ګوری خپل امریکا اعلان وکړله چې څومره پیسې دوی کوشش کوي چې د هغه مملکتونو سره چې واقعیت ضرورت ورته شته دی چې هغوی سره هغه کومکونه وکړي. د پاکستان نوم یې پکې واخیستله چې پاکستان اوبو د لاندې شوی دی او ډېر زیات ستونزې په پاکستان کې راپېښې شوي دي. د دغې رقم خبر نه موږ تاسو ته ښکاري چې پاکستان دغې کومکونو ته کوشش کوي چې لاس هغه کومکونه ترلاسه کړي، مګر هم افغانستان په دا رقم غټو پرېکړو کې متاسفانه هلته شتون نه لري، نشي کولی چې دغه کومکونه څه رقم چې ضروري دي یا څه رقم چې د نور مملکتونه یې ترلاسه کوي چې افغانستان یې ترلاسه کړي. ګورې په افغانستان کې څومره مریضان موږ تاسو فیلان خلک ورباندې گرفتاره دي، تبرکلوس نه نیولې تر ملاریا پورې، همدا مملکتونه څه وخت راټولېږي. دوی په دې رقم خبرو باندې هم تمرکز کوي چې دوی څه رقم وشي کړی چې د دغه مملکتونو سره کومکونه وکړي. افغانستان شدیدا فیلان دغه کومکونو ته ضرورت لري، مګر هم غږ موږ تاسو اصلا هلته خاموشه دی او نشته دی، او دلیل این ده کېږي چې موږ فیلان نه په رسمیت باندې پېژندل کېږو، نه هغه کوم نورمونه چې فیلان نړۍ ضرورت ورته لري چې هغه اصلا باید موږ تاسو مراد کړو، هغه نورمونه هم نه دي مراد کړي تر څو وشکړی چې د نړۍ سره قلن یوه مشترکه ژبه را پیدا کړو. ګوره 193 مملکتونه راټولېږي، اول ته متاسفانه په غېږ کې افغانستان شتون ونه لري. واضح خبره ده چې د افغانستان خلک نامیده کېږي په دا رقم فیصلو کې چې دوی هم برخه ونه وزیږي. یک مورده که مشخصا میخواستم از شما داشته باشم در رابطه به وضعیت دموکراسی غربی بود که آمریکا تلاش میکنه بالای کشورهای جهان سومی تحمیل بکنه، سوالی است که آیا واقعا فکر میکنین که جامعه افغانی و کشورهای مثل افغانستان این دموکراسی غربی را میتونه هضم بکنه؟ جواب شما را میداشته باشم، اما پیش از آن وقفه کوتاه. به ادامه تحول بازم خوش آمدین. صحبت شما را می داشته باشیم خانم پتنگ.
ګوره دیموکراسي زه فکر کوم تعبیر دیموکراسي اول په افغانستان کې نه دی شوی چې دیموکراسي یعنی څه. موږ کولای شو چې دیموکراسي په څو رقم سترګو باندې ورته وګورو. آیا دیموکراسي مطلب دا دی چې هغه دیموکراسي چې ښځې سلوڅې وګرځي یا په څه رقم په غرب کې چې اوسېدلی دي آیا هغه ته موږ تاسو دیموکراسي ویو یا موږ تاسو دیموکراسي دوته ویو چې موږ تاسو آزاد انتخابات ولرو؟ موږ وشکرای چې خپل حق حقوق ترلاسه کړو. موږ وشکرای چې هغه بینالمللي حق حقوق چې په نړۍ کې ټول انسانان لري آیا هغه ته موږ تاسو دیموکراسي ویو؟ زه فکر کوم چې دیموکراسي فعلا په افغانستان کې د نوم په ډېر بد نوم باندې بدل شوی دی چې دې ته باید موږ تاسو روښنایي باید واچوو چې دیموکراسي دا معنا نه لري چې موږ غربي آزادي غواړو. په افغانستان کې څه وخت چې دیموکراسي نوم یادیږي مطلب دموږ دا دی چې موږ آزاد فضا که غواړو ووسیږو. موږ غواړو چې په هغه آزادي چې واقعت اسلام کې انسانان ته ورکړل شوې ده هغه آزادي موږ وشکرای ولرو، غږ ولرو، درس وشکرای چې ووایو، کار وشکرای چې وکړو، په خپل مملکت کې په سیاست کې غږ ولرو، وشکرای چې خپل وطن په خپله د خپلو ورونو سره یو ځای را جوړ کړو. دغې ته موږ دا رقم دیموکراسي افغانستان ضرورت لري. زه فکر کوم د غرب دیموکراسي چې دلته یادیږي دغې عزم کول زما په نظر څه چې افغانستان ته به ډېر زیات ستونزمن وي او که ستونزمن نه وای افغانستان به دغې حالت ته نه رسېدلی. دې خاطره چې دوی کوشش کوله چې د غرب دیموکراسي افغانستان کې پیاده کړي دوی په خاطر باندې دلته هغه مملکتونه چې راغلي چې دا کار وکړي پکې ناکامه شول. بسیار تشکر آقای همت، شما را به بحث خوش آمدید میگم. فکر میکنین دلیل که نماینده افغانستان در مجمع سازمان ملل حضور نداره فرصت هایی است که امارت اسلامی رو تلف کرده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم احمدی صاحب تا او ستا محترم میلمنو ته او د آریانا تلویزیون محترم کارکونکو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وایم. زه خو وایم چې دا ظلم، دا ناروا، دا نړیوالو ملګرو ملتو کې چې 193 هیوادونه دي دوی ټولو افغانانو سره وکړه. دا 45 میلیونه افغانانو سره غو جفا کړې، دا اسلامي امارت نه ده کړې. هغه ځکه چې دا ملګري ملتونه دي، ملل متحد ورته وایي، دی نیشن څه بلا ورته وایي انګلیش کې، معنا ملګري دولتونه نه دي ویلي، ملګري هیوادونه نه دي، ملګري حکومتونه نه دي ویلي، ملګري ګورنمنټونه نه دي ویلي. دی ملل متحد، ملل جمع د ملت ده. نو افغانستان یو ملت ده، دا چې نفوس هم کم ده خو ډېرو دولتونو 193 چلته دي، د موږ نویونه هم ډېر ده. داسې مملکتونه هلته نمایندګانو رئیس جمهورانو خبرې وکړې چې موږ د افغانستان 40 ولایتو کې یو ولایت چا وړکی ولایت ده مثلا یا لوګر یا لغمان، هغه د هغو مساحت او نفوس هم دغه ملکو نه زیات ده. هغوی هلته خو دا 45 میلیونه دوی نظر انداز کړل او دا ډېر نقصان ملل متحد وکړو. دی هغه چې خلکو به ویلې چې ملل متحد د امریکې یوه اداره ده، مامور اداره ده، هغه د خلکو شک په یقین او هغه ګمان د خلکو په یقین او ایمان باندې بدل کړ چې دا رښتیا هم د امریکې او لاسپوڅه اداره ده. څه چې امریکا ورته وایي هغه کوي. یې د تاریخ چې موږ راواخلو، دا تاریخ چې واویا کاله سول، په دا واویا کالو کې یو کار د ماته راوښي چې اوجه کې د بشر د حقوقو رښتیا ملاتړ کړی. په فلسطین کې وکاو، په کشمیر کې وکاو، په چچن کې وکاو، تیر ځلې افغانستان کې وکاو، عراق، یمن، سومال، لیبیا، په الجزایر، په سوریا، په کوم ځای کې د وکړو ته ماته راوښیه. دا څنګه ملل متحد د خدای د امریکا یو لاسپوڅې اداره ده او نیم نه زیات هغه ورته هم هموږ ورکي بودیجه. څه چې امریکا وایي، کوم ډول چې امریکا وهي، دوی هماغه رقم ورته ګډیږي. که میداکاري ډول وهي او که د اتن ډول وهي او که خلاص او که ټیټ او که جیک، دا د امریکا یو اداره ده. هغه د خلکو شک په یقین باندې بدل کړ. زه وایم چې د موږ د دخترانو غم د جمهور رئیس د امریکا سره شته، خو د موږ د اقتصاد غم نسته چې ما پیسې د هلته کنګل کړي، ځان د تانهدار جوړ کړی، ته چا وکیل د مدافع جوړ کړی چې د ما پیسې اخلي؟ کله د خپل قربانیانو د 9/11 ته حواله کوي، کله سویس بانک ته حواله کوي؟ ته چا ټیکهدار کړی د ما تیاری؟ کله ازبکستان ته او کله تاجکستان ته سپارې؟ ته دا ټیکهدار چا ته د ما وکیل مدافع چا ته ان کړی چې ته دا کارونه کوې؟ خو ته ظالم یې، ته د وخت فرعون یې، ته بدماش یې، ته زورور یې، ته ښکرور یې، ته بې حیا او بې شرمه یې. زه دا وایم چې 45 میلیونه افغانانو غم د اقتصاد در سره نسته. 4 میلیونه نه زیات معتاد د مخدره موادو لرو، یې د غم در سره نسته. او خالی د ما د دخترانو غم ده در سره؟ خو دا ته دروغ وایې، دا ته په همدې باندې ما بدنامه یې، ما ناکامه یې، اسلامي امارت منځوي کوي، او د ته نه غواړي چې اسلامي نظام او افغانان د اگر روح سا واخلي د ارامۍ، ته مشکلات جوړې. د ایران جمهور رئیس چې هم وایي چې افغانستان کې بشر حقوق دا دي،
توانو ریدیو چه چند هزار جنسی تیره پا چا بانده سوه پا ایرانی جنکیو چا تیر ورد همسان ویده که پمسا تنو میده لاغه همچو چیز را رئیس جمهور ایران نگفته آقای گفته وید افغانستان حالا رئیس جمهور ایران گفته که بگو چی گفته نظم را که امریکا میخواید در آسیا برقرار بکنه او رو به زوال است خب صحیح است بس گپش ایران گفته ایران گفته چندین دفعه که در افغانستان هم شمول باشه در افغانستان حقوق زن پیمال است تو حقوق زن پیمال نکدی که چند هزار خود جامعه گویا پرون دی پتسه آقا پرغه بانده واسو پولوسو دی چه کارو کهو زیو خبر کوم ده که شک نستا چه پا مظاهره چانو بانده آل تا چه واسو خود زد دغ جای ترازم بازم میخوایم اما سوال اول خود تکرار بکنم آقای همت چون میخوایم جوابش از شما داشته باشم دلیل که نماینده افغانستان در مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداره در چه است؟ دلیل د ظلم نړیوال است او د ظلم امریکا است دا ملګري ملتونو کې اصول درنه وي دا ټول اکثر ظالمان دي افغانانو سره ظلم کې پنځه امارت سره نه دا خو وګوره څلور شیان وي یو ته وایي حکومت یو ته وایي جغرافیه یو ته وایي د څه ورته وایي جغرافیه یو ته وایي ولس او څلورم شی چې دا څلور شیان په افغانستان کې شته که نهشته که ما تا ته ونه خو د حاکمیت شته شته که نهشته څوک دي جیکسي دویم دا څلور شرایط دي او ولس شته حکومت لرو حاکمیت لرو جغرافیه لرو ولې موږ هلته موږ نماینده نه غواړي که د اسلامي عمارت یې نه غوښته همدا ډیوه خور همدا غرنی صاحب چې هلته ده همدغه به یې غوښته وای خو هر جاسوس خاین او د افغانانو دښمن دې هلته نه کینی دغسې لکه ډیوه غوندې دغسې لکه دا غرنی صاحب غوندې یو خبره غرنی صاحب ته کوم غرنی صاحب چې بسیار مردم است که ګرسنه خواب میکند در 45 میلیون افغانه اگر یک نفر ګرسنه خواب کند مسؤلیتش به دوش امارت اسلامی است از ما گفته ته امیر المومنین اگر توان و قدرت داشته باشیم که برایشان نان سیر کنیم شکم است و ما سیر نمی کنیم یک نفرم که از گرسنگی خام میکنه یا کشته میشه قاتل و مسئولش از امیر المومنین گفته که من عضو امارت هستم تا ما شریک هستیم که توانش سیر شدن را داشته باشیم و نمیکنیم سپاسگزارم غرنای صاحب چقدر موافق هستین با این که سازمان ملل و جامعه جهانی اجازه نمیده به نماینده افغانستان که در همچون شسا حضور پیدا بکنه یک ناروایی است که انجام میدن گفتم که هر کس نظریاتش است ما به نظر دوستا احترام داریم ولی حقیقت این نیست که تمام دنیا غلط است و طالبان صحیح هستند تمام ملل متحد غلط است و اینا صحیح هستند گفتم بر شما که قبلا اونا وجود اصول دارند پرنسیب دارند و ما امیالی ما به صفت یک افغان ما میفهمم که طالبان اونم پرنسیب یکشم عملی نکردن امیال شما فکر بکنید طالبان امیال دم 14 ما از یک چوکات یک گروه به دولت نامدن دولت از خود نرم ها داره پرنسیب ها داره مطابق نرم ها اشخاص و افراد تعیین میکنه مطابق نرم ها خدمات ارائه میکنه این خودی دبی نمیشه امیال شما ببینین وقتی که مکتبا بسته باشه دفترا امیال به نام دفتر است ولی او رقم که ایجاب میکنه نیست من منکر نیستم میشه که یک تعداد کارهای شده باشه از او رو قدردانی میکنیم ولی به صفت یک دولت در قرن 21 شرم‌آور است که آدم به طرف این دولت ببینه شما ببینین امیال اشخاص و افراد که تعیین میشن دوستان میگن که ما میتونیم که به شما کمک بکنیم یعنی ما مفت امیال در خارج اشخاص و افراد افغانای هستن که میتونن که بدون از کدام معاش بدون از کدام درآمد کمک بکنن حتی امیالی اینمیجا باز سازمان ها هستن مستقیما که ملل متحد تماس دارن با ملل متحد فشار وارد کردن که به هر قیمتی میشه شما اونمو گروپ اونمو کتله طالبان را که علاقمندی هستن که با شما روابط میگیرن با شما تعامل میکنن اونا را با اون حمایت بکنین اونا را اشخاص و افرادی که توسط سازمان های جاسوسی منطقه تحمیل شده دوجا هم هر روز یک فتوای را صادر میکنه اونا را از صحنه باید از بین برده شود اونا امیالی تمام صلاحیت در دست امی اشخاص است این یک وزیر تعلیم تربیه رفت به عوضش کی آمد یک وزیر تعلیم تربیه که حتی اون قصه کفنکش شد از او که بدتر یک در رابطه با اشخاص صحبت نمیکنیم آقای قرنه واقعا بحثی است بحثی است که چطور میتونیم در حال حاضر حداقل افغانستان را که به اندازه کافی نیاز داره روابط دیپلماتیک خود را گسترش بده چون شدیداً تاثیر داشته روی وضعیت داخلی و اقتصاد مردم افغانستان چطور میشه این کار جرایی شود
ما گفتم کې پېشترم تماس گرفتم کې بای اشخاص او افراد کې امیال فعلن دای اړیکې قدرت هستن اینا امتحان خود دادن د 14 ما هیڅ کار انجام ندادن مهربانی بکنن با اشخاص او افراد کې مسلکی هستن شما ببینین د می خود اسلام حضرت علی کرم الله وجهه میگه وا به جای اون ملت کې رهبرانشان و رهبرشان کسی باشه که اونمو لیاقت و شایستگی امیر رهبری را نداشته باشه اینا اونمو وقت تقریبا 1,500 سال قبل او میگه که اینا هیچ وقت روی سعادت پیشرفت ترقی و تعالی را نخواهد دیدن وقتی که مکتب ما بسته شود ما چطور روی تعالی و ترقی را ببینم ما چطور بتانم که اشخاص و افراد را که خدمات را ارائه بکنه او که پروگرام نداشته باشه او که یک مسلکی نباشه متخصص نباشه او چطور میتونه که با دنیا تماس میگیره امیالی تنهایی نیست ما از همت سیبم پایش میکنم همت سیبگان وقت بسیار گپای خوبم میزنه ولی ما نتانستیم در چارده ما اونمو پرنسیپ ها را اونمو شروط را که ملل متحد به خاطر به اصطلاح قبول کردن داره اون ما نه تنهایی که او را پورا نکردیم جغرافی خود قرنه سب حتی حالا فکر کنیم که به می پرنسیپ هایی که شما اشاره میکنین از جانب حکومت عملی میشد واقعا فکر میکنین که تعامل معنادار بین حکومت حاکم و در افغانستان و دنیا شکل میگرفت چون از روز اول وقت امارت اسلامی قدرت در دست گرفت جامعه جهانی واضحا موضعش اعلام کرد گفت که قرار نیست به هیچ وجه این حکومت را به رسمیت بشناسیم خب منظور من این بود که اوجا توافق شده بود در دوحه توافق شده بود که اینی اصول باید مراعات شود این اصول مراعات نشد امیالی که در هر کشوری که خصوصا در افغانستان که صلح و ثبات نمی آید برای یگان نیروهایی که داخل قدرت میشه با اونا صلح ثبات به این معنی است که قبلی باید کلش همش برود و اینا بیاین داخل شود امیالی داعش هم اگر امیالی کار دارد گروپ های دیگه هم که امیال در اتریش کار دارد اونا هم به این فکر باشند که طالبا باید همشان خداحافظی بکنند با مردم افغانستان برون و ما میاییم جای زنا را میگیریم ای هم غلط است سل ثبات به این میشه در یک قریه که بین دو نفر معزله باشه اون او جایی طور نمیشه که یک نفر از خانهش بکشه یک نفر زمینش بگیره یک نفر همه دار و داراییش بگیره بگه که از قریه برو و در اوجه باز یک نفر داخل شوه که یعنی این قریه به دست ما آمده بنابراین این قریه را ما حاکم شستم هر طوری که ما میخوایم این در این قریه باید اون کار را بکنم این خب ممکن نیست امروز اگر اون نفر نتانسته سبا از طریق میای تو را از قریه میکشه بنابراین این رفتن و آمدن باید ما خاتمه ببخشیم تشکر بله سپاسگزارم ادامه یه تحول پس از وقفه به ادامه یه برنامه باسم خوش آمدین خانم پتنگ چقدر فکر میکنین که واقعا نقطه حل مشکلات دنیا با افغانستان میتونه بحث باز شدن مکاتب دخترانه باشد یا واقعا متن خواست جامعه جهانی از افغانستان فقط تعلیم و تحصیل دختران افغان است بخاطر که همسا اشاره کردن که مشکلات حدیدتر و ناهنجارتر در افغانستان وجود داره که اگر واقعا جامعه جهانی صادق باشه میتونه به اونا رسیدگی بکنه ګوره د بلا شکه چې د افغانستان د مکتبونو دروازې تړل ډېرې ستونزې یې فعلي واکمنۍ ته را پیدا کړي دي که چېرته دوی د هغه مکتبونه نه وای ورکول کړي کیدای شي دومره ډېر شدیدو هغه الفاظو سره دوی هم نه وای مخامخ شوي را بشو دې ته ګورئ چې امریکا څه رقم دا زموږ د تحلیل په مناسبت تاسو ته دا خبره کوم چې تحلیل به دا رقم تاسو کولی شو وکړو چې ګورئ امریکا په افغانستان کې وه اول ته یې غوښتل چې د اوکراین این جنگ شروع شي د اوکراین او د روسیې امریکا نه وخت چې دلته د دوی عسكر په افغانستان کې اوسي د خاطر چې دوی ته خطر واچ دوی منځ دی چې افغانستان او روسیې یو بل سره پراته دي چې دوی هم عسكر دلته اوسي نو د خاطر باندې دوی خطر لیدل را وخت چې مخکې دغه نه چې اوکراین کې جنگ شروع شي خپل عسكر راو باسي او په اینه لاته کې دوی څه وخت دوی وخت چې په افغانستان کې هغه کوم واکمنۍ چې په دې وخت کې و ګوري جنگ سالاران د هرې خانه به د امریکایانو نه به خپل پیسې اخستلې وی به چې دغه
منطقه زت واسطه پامن کی ساتم در منطقه زت واسطه پامن کی ساتم نو امریکا څه فکر وکړ و دینه چې موږ دغه خلکو ته چې لکه دیوی خولې ته پیسې واچول بلې خولې ته پیسې واچول زاده یو کار کو چې خپل دښمن ته پیسې ورکړي چې خپل دښمن ونه د باینه ور باندې یوسو دوی چې شایو کړ چې دوی کوشش وکړ چې د طالبانو سره خبرې اترې شروع کړل چې په دې کې طالبان متاسف ذکر دي ورکوم چې دوی وشو کړل چې امریکا د ترازی کې چې هغه په هغه وخت کې جمهوریت د باینه یوسي او دوی راشي په ځای باندې جاینشین شي دوی چې جاینشین شول په هغه وخت کې د امریکا د پاره اصلاً د ورته بي تفاوت او چې طالبان راضي او خزو تا یا څه رقم حقوق ورکول کیږي آیا مکتوبونه دروازې به وازی وي که بنوي دوی د پاره خپل منافع په هغه وخت کې ورته ډیر جات مهمه وي چې اول دا ورته مهم چې خپل عسكر د افغانستان وباسي او دوه ورته دا ورته مهم وو چې وشي کړی چې د دایش چې په دې منطقه کې دی د څه رقم د باینه یوس نو دوی غوښتل چې دایش د طالبانو طریقې نه د باینه یوسي وی چې دوی ته بله لار نه وه راپاتې پوهېدل چې د افغانستان خلک هم د دغې جنګسالاران نه ستړي شوي وو نورو نه تر پوزې پورې رسېدلي وو د خپله د حکومت نه هم د افغانستان خلک ډېر په تنګ شوي وو په ګرفت کې د دوه درې کسانو ټول حکومت نیول شوی وو لکه همدلته چې دغه ورور وی چې دلته ځینې کسان اوس ګمار کېږي چې اصلا د هغې تحصیلات درجی نه ده معلومه چې دا په کومو تحصیلاتو دي په جمهوریت کې هم که تاسو همدا رقم درلودل تر هم د اول د ماونه پورې یا د دویمه ماونه پورې به زموږ تاسو داسې کسان وو چې د هغوی زده کړې تر شپږمه صنفه پورې هم نشته وې چې که خبرې کوي ته فکر کوي چې یو ماشوم غږېږي نو موږ تاسو دا رقم خلکو سره هم مخامخ شولو په جمهوریت کې نو خلک ډېر زیات ستړي شول او اوس هم چې په همدغې ستونزو سره موږ تاسو مخامخ هستو په دې باندې تاسو پوهېږئ چې د افغانستان ملت هیڅ وخت چوپ نه پاتې کېږي تر هغو پورې تر څو چې موږ تاسو ونه شو کړی چې یو سم حکومت ولرو چې هغه د خلکو د رایې طریقې نه راغلی وي نه چې هغه راشي چې په یو بین المللي سطحه باندې یا امریکا راته وټکي یا د نورو قدرتمنو مملکتونو راشي زموږ تاسو د مشرانو لاسونه جیکي وي چې دغه هم رئیس جمهور شوله دا رقم خلک کېدای شي چې د موقت وخت لپاره په افغانستان کې دلته وخت تیر کړي مګر هم د اوږدمهاله وخت لپاره افغانستان ملت دا رقم خلک نشي منلی موږ لکه دلته چې د ورور موږ تاسو ډېر سالم خلک لرو چې په خپل افغانستان کې د ډېرو لوړو زده کړو سره فعلان دي موږ ضرورت نه لرو چې د اروپا نه افغانان راولو موږ ضرورت نه لرو چې د اروپا نه افغانانو ته بیا موږ هغه موقع ورکړو زما فکر سره چې هغه افغانان چې واقعت په افغانستان کې دومره ستونزې لیدلي دي د همیشه د جنګونو قربانیان هماغه افغانان شوي دي زه فکر کوم چې موقع باید هموغه افغانانو ته ورکړي چې هغوی وشي کړی چې یو صحیم سالم حکومت را جوړ کړي یا داسې کسان په فعلي حکومت کې باید وګمارو شي چې موږ اصلا ووینو چې دغه دي د اما شموله وي موږ اما شموله هغه غله نه غواړو موږ هغه شموله هغه خلک نه غواړو چې نن ورځ موږ تاسو درې رنګه بیرغ د پښو لاندې کوي موږ هغه خلک نه غواړو چې تر پرونه پورې د افغانستان د افغانستان د خلکو د وینې بیچ کلې د دوی په سر باندې پیسې اخیستلې په خپلو ځانو دپاره به قصرونه جوړول نو دغه خلک ټول مالون دي دغه خلک نن راشي که چېرته دوی د سوشل میډیا طریقې نه راشي شل نفره دېرش نفره راټول شي او دلته غونډې را جوړې کړي هغې هېڅ بې تفاوته موږ تاسو دپاره فعلا څه شی مهم دي موږ تاسو دپاره په دغه اساسي وخت کې یووالی د افغانانو په کار دی تر څو وشو کړی چې دغه افغانستان په خپلو لاسونو باندې را جوړ کړو ممنون همت صاحب پیامدهای حضور نداشتن افغانستان در همچون نشست ها مثل نشست مجمع عمومی سازمان ملل چی میتونه باشه بس هم دا کار ده چې نقصان او تاوان ټول د 15 میلیونه ولس ته رسیږي او دا د ولس سره ظلم کوي دا نړیوال ملګري ملتونه او دا چې غرني صاحب ویلې د کې شک نسته زه مور سره موافق یم څه خبرو سره خو غرني صاحب ته یو څه وایم چې موږ منکر نه یو غرني صاحب ما منکر نیستیم چې امارت اسلامي کارهای منفی را نکرده شاید بعض کارهای منفی را کرده هم خو اکثر کارهای مثبت امارت اسلامی کرده بارزش های اسلام و افغانستان برابر کرده کارا کرده او دوم غرانه سه بیم میگویم که مکتبها جزوی بسته است با اصل تعلیم امارت مخالف نیست اگر می بود پانتون هارم بسته میکد کورس هارم بسته میکد امی امادگی پانتون ها که است دیروز ما یکی چی دیدم دامی کارت نو مرد بچه برستاد است دختره ششته کانکور اما تمام دختره است وګورم بس بند میکد د مزار د جوزجان د دایکندی د تخار د وجه بس بند میکنیم بس پانتونار هم بند میکنیم د ابو حنیفه د باګرامی دارالعلوم است اصن پیاول ته 12 است دختره است 2000 دختره است دارالعلوم د امیجا است ابو حنیفه د باګرامی است دارالعلوم زیر انټر کانټیننټل اسلامي اچ کارت پروان کې وترمی باغ چې برابرش میګو دانه چې باغ بادام باغ اصن پیاول ته سم 12 دختره میره دوجو مثلا په اول تاسو به 12 دختره امیره
او حکومتی مکتب است، شخصی نیست، جزوی بند است. خو جزوی یک مکتبم که با یک ساعتم بند میشه ما برش ظلم میگویم. ظلم قرانه صاحب به میفهمی عضو امارت اسلامی هستم، ظلم میگویم دیگه. ازی خود تا خود نمی قرانه صاحب میخوا که له توپنګ بالا کو پشتر وزیر معرف یا امیر المؤمنین روان شوی خو حل رای حل نیست. خو که ظلم ادم میگوی ازی که تمام امارت اسلامی به هی حد رسیده. خو ما یک اخری میگم به همشهره خپل خور ته وایم دیوی خور ته چو خور ستا دا نظر سید دموکراسی خدا نظر امریکایان د تاغوند نظر دموکراسی نه غواړي، اغوی هم جنس بازی غواړي، اغوی د دین ازادي غواړي، د مذهب ازادي غواړي، فردی و اجتماعي ازادي غواړي، اغوی انسانانو ته هر هغه قانون اغوی چې باید الهی قانون نه منل شي، د هیڅ قانون الهی قانون باید پابند نه وي، وضعي قانوني خلق ځانته جوړ کی، حیواني غوند ژوند وی چې څوک کلوت ګرځي که سرتور ګرځي که هر رقم ګرځي خدا دروغ وی. ته چې وای چې یو څوک آزاد د ګرځي په فرانسه کې په هندوستان کې ولې د ماغه جلی نه ساده پردا چې ولې ودی ډیوی خور غوند او تادر تیلر ک او هغه بیچاره د سکړه تاسو ولید په فرانسه کې ولې په حجاب بندیز ده په نور وګو کې ولې ده دیموکراسي کده ته وای چې آزادی ما ته چې شاید آزادی چې څه ملت غواړي د ما ملت دغه رقم غواړي اسلام غواړي د ما ملت دانه غواړي چې سری لوتی د ما ملت دانه غواړي چې هم جنس بازی پکې د ما ملت دانه غواړي 99.9% مسلمانان دي دوی وای چې څوک د اسلام نه ګرځي دا ارتداد ده مرتد ده درې ورځې به ساتل کیږي کنه وژل کیږي به موږ اسلامي قانون لرو قران لرو 1500 کاله مکه لکه غرنی صاحب چویل دا راغسوی دیوی خور دی خبر سره زم موافقم زل دن لګولان دیم زم خارج چ ټول دی ټول ګناګار ندی جمهوریت کی چا کار کړي ټول ګناګار ندی خود ګوتو پشمار خدای تبا تیر مجاهدین چې زم غړې او ما ول شپران نه وتم د شورا غړې هم من ور رهبران بم خدای ته جواب وکړ توریالی همت په شمول چې من عام مافي وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم عام مافي نه کړې مکه چ پد حسوا دا به جای ده هم دغه جای ده غدیار لس کسان مهدور دم وګرځول مباح دم واجب دم وګرځول چې ولو کې به استار الكعبه چې د کعبې په پوخ باندې زوړندول وی وژنی دو کسان د کعبې په پوخ زوړندول اول ته په کعبه کې سرونه ته غوت کړ وغره نه صاحب وډیوی خوره و احمدی صاحب وت رهبرانو دا ظلم وکاو تر علی مغ ظلم کې شریک ده مونږ باید ګوتو پشمار غلامان ول لکه ببر کارملو ډاکټر نجیب او چې هغه مړی هغه اکسونه باید باغی وش کوي چې کوم ژوندۍ غلامان چا چې روسان راوستي امریکایان هغه باید باغی وش کې بندیان سي قفسو کې پراته چې په ټیکټ ورته ورځو الته وګورو چې بیا غلامی کوي وس خو چې ځا بیا غلامی کوه په دوبۍ کې به کور واخلې په هغه کې به واخلې ترکیه کې بل ځای کې بیا امیر المؤمنین هیبت الله راځي توری علی همت به همت راځي او یا سیاف ګلبدین ربانی راځي بیا ما معافي کوي راځه ته بم پکې معافي تر څو چې جاسوس تا یا باغی وش نه یا سر غوست دي چې رسول الله چغوت کړي عام معافي دا ظلم وا د ګوتو پشمار غلامان لرو ټول خلکو جمهوریت کې کار کړي غلامان نه دي دا څو میلیونه خلک یو ډیر سلوخ غلامان به ولغه کوم دکم وس مونږ غاړه کې غلان اچو وس هم اکثره جوړ کې دي په ډیرو ولایتو کې دي توپک سره په خوان توپک سره ول وس مور سره دي په خوای نه تایو ګیروا ډیر نه وا وس ګیرو پړدې وهله هغه خلک دي خلک واخي خلک تهدیدې په ننګرهار کې په نور ولایتو کې دا ظلم امارات هم کړي دا تیرو مجاهدین هم کړي چې جاسوسان یا د خاورو لاندې یا باغی وش کې نکو بیا به اشغالی کو بیا به اشغالی کو بیا به اشغالی کو ادامه یې تحول پس از وقفه ادامه یه بس بازم خوش آمدین. قرانه صاحب میخواییم بس جنبندی بکنم. حالا به هر حال نیاز افغانستان است که حداقل بتونه مشروعیت بین المللی را به دست بیاره. تلاش های صورت میگیره. وزارت خارجه افغانستان کار میکنه. دفتر سیاسی امارات اسلامی در قتل هنوز هم فعال است و تلاش میکنه تا بتونه که این روابط را گسترش بده. چگونه به نظرتان ممکن است که حداقل افغانستان بتونه به تعاملات معنادار با دنیا برسه؟ احمدی صاحب تلاش او وقت موثر است که روزانه و یا به اصطلاح یک را را اینا باز بکنه. با تاسف اینا اصلا همون روزانه های کوچکی را که قبلا هم وجود است روزمره هر روز شما باور بکنین در می ظرف 14 ماه اینا 1415 فتوه صادر کردن که همه ایشان مخالف منافع ملی مردم افغانستان و اسلام بودند.
به طور مثال صادر مثلا امی پکتابا که هست امی ابرم ابرم امر بالمعروف امی گپا را که هست اونمور مشکل ما یه است که اونمون محتوای فتوار امینا با ملت نمیرسانه که ما بینی دلیل اینی فتوار صادر کردیم تحت او شعار اونمو فتوا کارا صورت میگیره. امیان شما خبر دارین که تمام محصلین دختر چی که حتی پسرا ناراحت هستن که با پوانتون برمن به خاطر از که قیدات هست. مثلا امیان دوستان میگن که دموکراسی به معنی ازی است که مردم لج باشه. من میگم کاش که طالبان یک کشور اسلامی من حیث اروپا و امریکا برای مسلمان ها وقت بده. شما باور بکنین من چند ماه پیش رفتم در ژاپن، بهترین مسجد برای مسلمان ها در اوجه جور شد ولی اون مردم خودشان هم جور کردن. ما کاش که اینمی این موضوعی نیست. یا مثلا دموکراسی یک اصل جهانی است و ای هم اینطور نیست که خود دوستا اینطور هستن که میخواین که نواقص خود در توهین و تحقیر دیگرها کت بکنن و این معقول گپ نیست. در صدر اسلام شورای عقد حل و عقد اینمی خودش یک به اصطلاح تمثیل دموکراسی نبودن و تعقیبش امی چهار خلیفه مطابق زمین انتخاب نشدن. یا مثلا لوی جرگه ما تمثیل دموکراسی نیست. دموکراسی به معنای زی است که یعنی هر کشور مطابق کلتور معنانات کلچر خود او را انتباق بده. او به معنای زی نیست که در هر کشور امیالی اینا خو میگن. من خود گفتم بیشتر من ترکیه رفتم، او حالت که در ترکیه است خدا در هیچ کشور دنیا نبیاره ولی ما این کار نکردیم. در امیال افغانایی که در تمام اروپا هستن، دیواجان هست، ما هستم، همه ما هستن، اولادای ما، خود ما، کوشش ما این است که باید اونمو اصل اسلامی خود افغانی خود حفظ بکنیم. ولی ما میگیم که قبل از این هم کشورها دولت افغانستان دولت ها داشت، در اوج هم مناسبات وجود داشت، هم دین با جای خود بود، هم دولت با جای خود بود، هم سیاست با جای خود بود. این خود نشد که کلش هم غلطه بود بسازی هر ملا را بیاری در اینجا در هر پست مقررش بکنی. یعنی دریچه هم یعنی وجود نداره. اگر یک دریچه یک به اصطلاح یک امید بسیار کوچک وجود داشته باشه، هر روز اینا کارای میکنن که اونمو تمام به اصطلاح درها را بسته میکنن. یعنی هیچ نوع سوال امیان شما فکر بکنین تا روسیه در شانگهای اعلان کرد که پیش از اینکه رسمیت شود، پیش از اینکه حمله های چریکی صورت بگیره، وضعیت اقتصادی اجتماعی افغانستان آنقدر دردآور است که اینا از هر چیز که اولویت داره. بنابراین اگر دولت با مسئول باشه، وقتی که توریالای سیمم گفت که کشورهای اسلامی امیر گفتن که هر فرد یک مملکت که گرسنه میخوابه اونمو عاملش جنایت پیشه است. هر کس که به خود نان خود نداره عاملش جنایتکار است. ولی جنایت خوب این نمیشه. یعنی مثلا اینا میگه که امریکا را کشیدیم. او برادر چطور امریکا را کشیدی که در هر هفته بر تو 40 میلیون دلار روان میکنه. تمام معاش معلم به دست بانک جهانی است. معاش دکتر به دست بانک جهانی است. امیالی 90% به اصطلاح غذا و خوراک همه گپایش مربوط جهانی است. بنابراین تو فقط هیچ کار را انجام ندادی. حتی اونمو تاراج که به حساب منابع زیرزمینی شروع کردی اونمو را به طور شفاف با ملت گزارش نمیدی. بنابراین کدام اصلا هیچ کاری دولت مطابق اونمو دولت پرنسیپ دولت خصوصا در قرن 21 نیست. سپاسگزارم. باید اشتای استا اینا خود امون قدم ها را بردارن که یک کمی به طرف به اصطلاح توافق برون، به طرف تعامل برن. اینا خود هر روز سر خود دروازه ها را بسته میکنن. بسیار تشکر قرن ایسه فرصت هم دکست تشدد وجود میارن به ضد دخترها، به ضد خانم ها، به ضد مردم. اینا خود رای حل نیست و این ممکن هم نیست. روزمره خراب شده میرن. تشکر خانم پتنگ. واقعا چطور میشه یک زبان مشترک بین افغانستان و جامعه جهانی به وجود بیاید؟ زه فکر کوم چې په هغه وخت کې موږ تاسو کولی شو مشترکه ژبه را پیدا کړو چې په خپل کور کې د ستونزې چې لرو په خپل کور ستونزې اول حل کړو.
موږ فعلا په خپل کور کې دومره ستونزې لرو او په عینالت کې غواړو چې نړیواله ټولنه زموږ سره تعامل وکړي. موږ نه غواړو د دوی سره تعامل وکړو. زه فکر کوم چې دغه داریا باید رابدله شي. موږ باید کوشش وکړو، خصوصا حکومت باید کوشش وکړي چې د برملي ټولنې سره یا مشترکه ژبه پیدا کړي، تعامل ورسره پیدا کړي او وشي کړی چې دا رقم یو رول ولوبوي چې خپلې ملي منافع خوندي وساتي او په عینالت کې دا رقم یو سیاست مخته بوزي چې په هغې کې د افغانستان ملت ته خیر پکې ورسېږي. دلته لکه موږ تاسو د ډیموکراسي په هکله باندې وغږېدلو، څنګه کولی شي چې د نور اسلامي مملکتونه د نړۍ سره هم ښه رابط ولري او په عینالت کې خپل کلتور، خپل عنعنات او همدا رقم خپل ملي منافع خوندي وساتي. هغه څه رقم هغه دوی ښه سیاست غوره کړی دی. دوی دا رقم سیاست مداران لري چې هغوی پوهېږي چې د نړۍ سره په کوم رقم شکل باندې دوی خپل رفتار وکړي. اوس موږ تاسو د خپل ګاونډي مملکت پاکستان کولی شي یو ښه مثال وکړو. ګوره اسلام آباد خپله د اسلام راخیستل شوی دی، مګر هم تاسو کولی شئ چې دغه مملکت ته هغه کړنو ته چتنه وګورئ چې غیر اسلامي دي اکثره یې، مګر هم هغوی بیا هم کوشش کړی دی چې د نړۍ سره ښه رابط وساتي. او دا چې نن ورځ په ملل متحد کې امریکا هم د پاکستان نوم پکې یادوي چې ګویا چې پاکستان څومره د ستونزو سره مخامخ دی، دا د پاکستان ښه سیاست دی چې دوی مخته کړی دی. هم په عینالت کې غواړي چې خپلو خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي، غواړي چې هغه کومې پیسو ته چې دوی همیشه سترګې ورته نیولې وي چې څنګه یې وشي کړی د هغو زیاتره برخه پاکستان ته ورکړل شي. دا ټول د دوی د سیاست د لاندې راځي چې دوی دا رقم استراتیجیانې لري چې هغوی د خپل ملي منافع همیشه پکې خوندي ساتلي دي. موږ تاسو همیشه راځو په یوه ټکي په دوو ټکي باندې ځانونه کلک را نیولي وي چې نه دغه کار موږ نه غواړو وکړو، د خاطر چې دا زموږ عنعناتو کلتور ته ستونزه ورسول کېږي. نو زه فکر کوم چې ستونزه زموږ تاسو په خپلو منځونو کې ده، زموږ تاسو په خپل استراتیجي کې ده، زموږ تاسو په خپلو ملي منافع کې ده چې ځینې کسان نه په پوهېږي چې هغه څنګه خوندي وساتي. په خپله جمهوریت کې هم په ملي منافع په کلمه باندې زموږ تاسو اکثره دا رقم ډیپلوماتان درلودل چې هغوی نه به پوهېدل چې دا ملي منافع څه شو ته بیایي یا ملي منافع څنګه کولی شي چې موږ تاسو خوندي وساتو. همیشه د خپل ځان دپاره به یې کار کوله. نو زه فکر کوم د خپل د ځان د کاره باید موږ تاسو راووزو، د خپل ملت دپاره باید کار وکړو. سپاسګزار استم محمد صاحب. په عنوان آخرین پرسش، چه فکر میکنین که رای حل چه است؟ رای حل بالکل همی است که کدام کارها مخالف ارزش های اسلام و مخالف ارزش های افغانستان و افغانانه باشد، طالبا باید دو سهل انگاری کنه، امر دنیا تعامل کنه. پښتو کې به درته ووایم، موږ د رسول الله نه ډېرو متقیان نه یو، نه د موږ امیر المؤمنین نه. موږ رسول الله السلام چې کله مکه فتح کړه، هغه نه وروسته بي بي عائشې ته وایي چې بي بي عائشې، بخاري شریف کې حدیث ده، زړه مې غواړي چې دا کعبه هغسې جوړه کړم چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام جوړه کړې وه، هغه قواعد برابر کړه. هغه کوم ول حاتم خدای دې ټوله اورېدونکي حج ته بوځي وبګورئ. اوس چې موږ طواف کوو د حاتم نه یم کوو، حاتم بار جای ده. ابراهیم علیه السلام وخت کې چې کعبه جوړه شوې وه، دوه دروازې وه، یوه خو یا دا خوا، دا حاتم هم په کعبه کې وه. نو پیغمبر علیه السلام ویلي چې که دا اوس ورانوم بیا جوړوم، نو هر څوک به بیا راځي، بیا حدوث الاسلام دي، خلک نه وي اسلام کې داخل شوي او دا یتا قوم بیا هغه کوي. نو همسې یې پرېښوده چې رسول الله هغه کار پرېښود، کوم کار چې مباحي حتی مستحب هم وي باید موږ یې هغه کړو. پرېږدو یې دې لپاره چې هلته ضرورتونه ډېرې، لکه یو ځای کې د یو سړي د ما اوس زکام ده، که زه ډاکټر ته ځم او زه پندک سم یم درویشت ساعته پروسه وي، که ډاکټر احمق نه وي، هوښیار وي، اور باید ما پندک سو کوي، که بیا عقل ما غوندې ډاکټر وي، هغه اولې د پزه اپرېشن وکړي چې دا روغ زکام کېږي، دلته هډوکی ده. اوس سړی خو چې زکام یې کم وي او چې هغه مړ سمه، نو بې زکامه لاړ سمه، نو خو مړ سمه. اول باید ضرور شي وسي. زه یو دوه خبرې کوم، غره هغه ته اول دې خور ته، موږ ته پاکستان، سعودي او نورو 50 ممالک معیار نه دي، بلکې مسلمان ته او افغانانو ته 1400 کاله مخکې اسلامی احکام، قرآن او حدیث معیار دي. لکه چې څنګه مې قصه وکړه چې پیغمبر علیه السلام هغه ونه کړه، حضرت عمر صاحب تقریبا دوه کاله عام رماده کې د غله لاس قطعه نه کوي، اولې په ما ضرور ده چې خېټه مړه کړم، چې خېټه مې نه مړه کړي حدود معطل کېږي. نو په اسلامي امارت زه غږ کوم چې حضرت عمر نه متقی نه یې، له رسول الله نه متقی نه یې، امیر المؤمنین او نورو د مکتب دروازې خلاصولې حرام نه دي. کیدای شي یو څه ضعیف او قوي شیان وي، ورانه وي، نو چې حرام نه وي نو مکروه وي، نو خلاص یې کړه، چې دغه نور غټ مشکلات تېره پسي. یوه خبره غرني صاحب ته کوم، کومه فتوا چې دوی ویلې سید افغانستان دا څونه فتواګانې راغلي، دا ټول د قران حدیث سره برابر دي، خو وخت د بازو دغه وخت نه تطبیقې د کې شک نسته، دغه نه فرق دی باید وکي. یو فتوا دراوخي چې د قران او حدیث نه مخالفي، زه به د امارت مخالفت کوم، خو دا دې نه کوي غرني صاحب، نه سره خودلې. دویم، مردم افغانستان مسلمانات خو غوښ شي، در افغانستان در 20 سال گذشته حاکمیت
اسلام و افغان ها نبود او غرنی صاحب خو مردم افغانستان مسلمان بود ملتش مسلمان بود ولیکن حاکمیت اسلام نبود اگر بود در کدام جای اسلام آمده که اسلام محکوم باشه 52 ممالک امره وصله حاکم بود رئیس جمهورای دو رئیس جمهور امریکا آمد در راستن با باگرام رفت رئیس جمهور ما دو جرف یک رئیس جمهور ما دروازه کرده ایسه با پس گشت او یک رئیس جمهور ما رامره اساکر خودشان این کدام قسم اسلام در افغانستان حاکم بود اسلام بود مسلمان بود ملت مسلمان بود حاکمیت کفر بود در 20 سال هر کس که با مناقشه با چلنج میتن برای حاضر شوا یک سات بخاطر یک ساتم د یک فامیلم اسلام حاکم نبود د وجه کفر حاکم بود خانیار کس رفتم میتانیس دو بجه شوم روزم دار وزارت رفتم میتانیس حاکمیت کفر بود ممنون. حاکمیت 52 ملک بود حاکمیت غرنه و دیوانه بود سپاسگزار هستم از حضور مهمانانم هر یک آقای توریالی همه بنیادش همه فیض حمید نامان تشکر تشکر غرانه صاحب فرصت تمام است از حضور مهمانانم سپاسگزارم و تشکر از شما که بیننده تحول امشب بودید خدا نگهدار